با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی آرزو میکنم. طبق معمول همیشه سپاسگزاری میکنم از مهرتون و عشقی که به این برنامه دارید. مهمان برنامه ضیافت هنرمندی است، نامی است آشنا برای اهل هنر، حامد نیکپی. سالهای خیلی قبل با حامد از طریق کارهاش آشنا شدم و بعد وقتی که اونو ملاقات کردم دیدم که از یک خلاقیت خاصی برخورداره. حامد نیکپی موسیقی رو خب به صورت جدی در ایران شروع کرد، تحصیلات دانشگاهی داره، پلوی اساتید مختلفی، استاد هوشنگ ظریف، استاد طلویی، ساحاکیان، استاد فخردینی و بسیاری نامهایی که من خیلی دوست دارم که همیشه روی اینا تاکید کنم، چون باعث اتفاقات بزرگ شدن و نسل جوان ما مدیون زحمتهای این اساتید است. در چند کلمه خلاصه که حالا با خودش گفتگو میکنم، حامد نیکپی بعدی که به عزیمت میکنه به خارج از کشور، به علت اون سلیقه‌هاش و به علت توانایی که در کار آهنگسازی و در وکال در خواندن داشت، با جمع کردن بچه‌ها حرفای تازه‌ای میزنه و بعد من هر موقع که در کنسرتاش میرم میبینم که تماشاچی ها با یک توشه فراوان، با یک انرژی خوبی میان بیرون، به خاطر اینکه اون میتونه از این موتیف ها، میتونه از شعرها کارهای بزرگی رو خلق بکنه. بریم یک کلیپش رو نگاه بکنیم، یه با کارش آشنا بشیم. از پیمانم در اون طرف برنامه تشکر میکنم. پیمان بزن بریم کارو ببینیم، برمیگردیم با حامد گفتگو ادامه میدیم. دریاست چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست در این ساحل که من افتادم خاموش غمم دریا دلم تنها غمم دریا دلم تنهاست وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست
هرکس دل به دریا زد، به دریا زد رهایی. که جان جان خستم را، امیدان که جان خستم را زبا نادید ساحل افکنم نیست. سلامی دوباره، اگر به ما پیوستید، حامد نیکبی یک هنرمند خیلی خوب مهمان برنامه ما است. کاری هم که دیویدی شدیدین شعر از فریدون مشیری، آهنگسازی توسط خود حامد نیکبی از آلبوم دیوانه تر. در اصل موسیقیدان هایی که در روی صحنه بودن با حامد نیکبی، جاش هست که برای هر کدوم چون یه برنامه داشته باشیم. فرزین فرادی یک اسمیس آشنا، آهنگساز کمپوزر، نوازنده برجسته ساکسیفون، کسی که در گروه های مختلف همکاری میکنه. جیمی و حالا خودش دونه دونه بچه ها رو معرفی میکنه و برای من بسیار ارزشمنده وقتی که یک هنرمندی مثل حامد نیکبی از موسیقین های خوب دعوت میکنه و هزینه صرف میکنه، وقت میذاره و مطمئنن میتونه که با دستگاه جدید سیکوینس کنه یا چند تا موزیشن خیلی معمولی بیاره و کارش رو روی صحنه بره. ولی من وقتی که میبینم توی کنسرتاش اینقدر حساسیت داره و حتی اگر شده از خودش هم یه هزینه بذاره، به خاطر اینکه این اهمیت خاصی برای تماشاچی قائله. وقتی یه هنرمندی به تماشاچی اهمیت میده، صدا خوبه، موزیسین خوب اونجا هست و به خاطر این وقتی که اون تماشاچی از سالون میره بیرون، مثل که رفته توی دونه باغ میوه یا رفته توی یه دونه گلستون، چه تا گل کنده رفته. و من همیشه به همکارام توصیه میکنم که در اصل اگر ما روی صحنه خوب بدرخشیم، کار خوب باشه، مطمئنن این میتونه ادامه پیدا بکنه و مردمم میان حتما حمایت بکنم. من یه سلام بلند بالا دارم به حامد عزیز که در کنار ما. سلام حامد جان، خوش اومدی به برنامه. سلام حامد، خیلی ممنون که حالا این حرفایی رو که راجع من زدی، محبت داری، لطف داری، شما پیشکسوت نسل من هستین و شنیدن این حرف از شما برای من با ارزشه و خوشحالم که در برنامه شما در تلویزیون اندیشه هستم و میتونم مهمون بیننده های عزیز باشم. منم خیلی ازت تشکر میکنم. میدونم که خیلی فعالی، امروز از صبح استودیو بودی، داری بعد از ما برای برنامه رادیویی میری و خیلی لطف کردی که اومدی استودیو ما رو سبز کردی. اولین سوالی که برام پیش میاد، در اون مقدمه اسمای زیادی از اساتیدی که تو ایران باشو کار کردی، چطور شد که از طریق خانواده بود؟ چون این بر من آدرس ها خیلی مهمه، چون من همیشه نقش خانواده رو در
برنامه های خودم رنگی میکنم که خانواده ها خیلی میتونن تاثیر داشته باشن در رشد هنر موسیقی در بین خانواده به خصوص بچه ها. میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد که رفتی دنبال موسیقی حرفه‌ای به صورت من خب تو خانواده بودم که همیشه هنر نقش مهمی داشت، با اینکه هیچ کدوم اونا خواننده یا نوازنده یا کار حرفه‌ای انجام نمیدادن، ولی در بسما در دور همیا همیشه حضور موسیقی، حضور آواز نقش برجسته‌ای داشته، اینو نمیتونم منکرش بشم. و خب من با مادرم بزرگ شدم، پدر رو در سالهای یعنی در دوران نوزادی از دست دادم و هیچ وقت ندیده بودمشون، ولی مادرم در رشد من، در مسیری که الان من درش دارم زندگی میکنم و کار میکنم، این مسیر رو طراح اصلیش مادرم بودن و همیشه من رو تشویق کردن. با اینکه من رشتم ریاضی فیزیک بود، بعد آهنگسازی رو خوندم، همیشه موسیقی حضور داشته، شنیدن موسیقی درست، حالا درست بر اساس سلیقه است، هر کسی یه تعریف برای موسیقی درست داره، ولی موسیقی درست در دیدگاه خانواده من موسیقی کلاسیک بود، چه موسیقی کلاسیک ایران، چه موسیقی کلاسیک غرب، چه موسیقی کلاسیک آذربایجان، با اینکه ما آذری زبان نبودیم، ولی میدونم که موسیقی جدی روسیه، اون اتحاد جماهیر شوروی اون موقع که موسیقی خیلی نقش موضوع مهمی در اون دوران داشت، همیشه در خونه ما وجود داشت و بدون شک این تاثیر بسزایی در نقش بستن نقش جدی موسیقی در ذهن من به عنوان یک کودک داشت و این تصویر همیشه در ذهن من تصویر برجسته‌ای بوده. درود بر تو. اولین کسی که حالا در زمینه آهنگسازی یا در زمینه نوازندگی شروع کردی، اولین درس حرفه‌ای کی بود؟ اسمش من یکی از ویژگی‌های برنامه اینه که میرم دنبال یه اسمایی که شاید در این سال‌هایی که ما در غربت هستیم اسمایی مثل زندیا جنگکوک یا استاد فخردینی یا ساکیان یا بسیاری از این اسما کمتر به گوش یا به شنوندهش که تلویزیون یا رادیو رو دنبال میکنه خورده باشه. خب دوست دارم این اسما رو بگی. اولین کلاست با کی بود؟ من برای صدا سازی آواز، چون مادرم شاگرد استاد نصرالله ناصح‌پور بودن، به تبع من همون مشقایی رو که ایشون فرا میگرفتن رو من هم تکرار میکردم و از ایشون یاد میگرفتم در زمینه آواز، ولی من شاید مستقیم ایشون نبودم، هیچ وقتم جسارت نمی کنیم، چون سبک موسیقی من شاید الان معنی موسیقی سنتی رو نده برای این عزیزان، ولی اولین مدرس ستاره من یه عزیزی بودن از خانواده زرتشتی به نام استاد منوچهر دینی که ایشون از دانشجوی مادرم بودن در بیمارستان و نزد استاد زیدالله طلویی رفتم، ستار رو فرا گرفتم، اصول مقدماتی تار رو دوره مقدماتی رو فرا گرفتم. خیلی تجربه زیبایی پیش ایشون داشتم. بعد از محضر استاد هوشنگ ظریف استفاده کردم. بله. وقتی وارد دانشکده آهنگسازی شدم، استاد بارتان ساکیان که من همینجا دستشون رو میبوسم، شاید خوبی هم نبودم، من چون پیانیست نبودم شاید تنبل کلاس بودم، ولی ملودی های بدی نمی نوشتم. الان چون میدم همکلاسیم نگاه میکنم میگم بابا شاید تنبل ما بود، ولی ایشون خیلی خیلی به من چیز یاد دادن، نه تنها از جهت اصول آهنگسازی، منش چیزی رو که ایشون خیلی نقش مهمی در تربیت دانشجو داشتن، رفتار یک موزیسین بود، انسانیت در سر کلاس ایشون موج میزد. همه همکلاسی های من امکان نداره که با این کلمه من مخالف که هیچ بیشتر موافق نباشه. بعد از کلاس استاد فخردینی به طور کلاس آزادش استفاده کردم برای آهنگسازی که ملودی سازی ایرانی رو و اصول آهنگسازی رو مدیون ایشون هستم. نکاتی رو که سر کلاس ایشون میگفتن در و اینکه ما چجوری میتونیم فرار بکنیم از تقلید کردن در ملودی ها که خیلی به چشم ممکنه بخوره، که همه فکر میکنه خیلی از ماها که دانشجو بودیم آهنگ میساختیم، ولی وقتی که به دقت بهش نگاه میکنیم شبیه یک آهنگ دیگه ای هست، ولی ایشون به ما یاد دادن که چجوری باید متفاوت فکر کرد، چجوری فاصله گرفت از تکرار، و اینا چیز کوتاهی بود که من میتونستم
یادآور بشم. خیلی اساتید و خدا رحمت کنه استاد عطالله جنگوک رو که چه عزیزی بودن، که استاد ردیف شناس، آهنگساز و یکی از پیشروهای موسیقی نوین سنتی ایران بودن. ایشون موسیقی محلی رو دگرگون کردن، هارمونیهایی که برای موسیقی بختیاری ایشون استفاده کرده بودن هنوز که هنوز مالکن و خیلی از کارهای دیگه از کار استاد جنگوک هنوز صداش در گوش ما هست حتما. و در آخر هم از استاد پیرنیاکم باید تشکر کنم که در دانشکده ردیف عالی رو به ما یاد دادن. بله اساتید هستن که همونجوری که گفتم نمیشه فقط از کنارشون گذشت، میشه ساعت‌ها را جور صحبت کرد. در اصل همه ماها در مدارس موسیقی یک تکنیک ها و یک ابزار کار به ما یاد میدن. بله. ولی وقتی که شما به یک جامعه جدیدی میرین یا به هر صورت وقتی که در خلوت خودتون هستین، اون استفاده شما مهم هست، حالا به صورت آهنگساز یا نوازنده، که بعد بتونید در این ترافیک کاری، در این شلوغی ها، در این مشکلاتی که همه ما داریم، بتونید چجوری اینا رو کنار هم بذارین تا بتونید مخاطبتون به شما گوش بده. درست. شاید مثلا 30-40 سال پیش به علت اینکه خیلی کمتر برنامه‌هایی بود یا همه چی فردی بود، همه چی خیلی ساده بود و به همین جهت راحت‌تر میتونستی شما تماشاچی رو جلب بکنی. ولی الان تماشاچی سر شلوغه، یعنی بهترین فیلم‌ها رو می‌بینه، این تلویزیون برای خودش این همه برنامه، سینما و مسائل مشکلات اقتصادی فکرشو مشغول کرده. و چقدر جالبه که تو میتونی تماشاچیاتو در یک سالون به طوری با موسیقیت ببری توی انرژی‌های خوب، که این به نظر من حتما شاگرد خوبی بودی که تونستی اون تکنیک استادو یاد بگیری و اینا رو در قالب‌های خوب در بیاری. بریم یک کارتو ببینیم. من خیلی سوال دارم راجع به تدریست، راجع به آلبومت که بتونم تو این وقت بگنجونم. ایمان جان بریم از حامد کار دیگه ببینیم، برگردیم بعد به استودیو. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. مام رسید کیستا؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. شکاف دل بر دل و چشم ره گذر، از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. بام رسید کیستان؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل.
روی دل موز نور روی دل پر شده بود کوی دل روح نشسته بر درش روح نشسته بر درش روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل 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 یه دل زدم شبی در هوس سلام دل در هوس سلام دل در هوس سلام دل باب رسید کیستان گفتم منم غلام دل گفتم منم غلام دل منم غلام دل به برنامه ضیافت نگاه میکنید. کاری رو که ملاحظه کردید شعر از حضرت مولانا، آهنگسازش حامد نیکبی هست. کارگردان این برنامه یاد کنیم محمد گرجستانی، که از جوانهای خلاق ایرانی هست که همیشه من تو برنامه میگم حرف آخر جوان ها میزنن و الان در نیویورک مقیمه، داره یه فیلم بلند درست میکنه. امیدوارم که بتونم از طریق این برنامه وقتی که فیلمش تموم شد باش مصاحبه کنم، بهش درود بفرستیم. و کمونچه نواز، یعنی موسیقین خوب برجسته ایرانی، شهویر مهاجر که با خواننده‌های بسیاری کار کرده، در اصل تمام سلاحی اینو زده بود و بسیاری نوازنده‌های دیگه تا اونجایی که وقت داره میده ما به چند نفرش رو اشاره کردیم. حامد جان، میدونم که من وقتی که با تو در جای مختلفی بودم همیشه از تو میخواستن که افرادی که طالب این هستن که این مقداری تکنیک های آواز رو یاد بگیرن یا به صورت علمی بدونن که برای خوندن باید چه کار کرد، و میخواستن که تو مثلا کلاسی داشته باشی، و از این اخیراً شروع کردی که یه ورکشاپ هایی گذاشتی. یه ذره راجع به این رو توضیح بده که اگه علاقمندانی باشن، چون من مطمئن هستم حتی برای فراگیری ساز، حتی برای فراگیری آواز، اگر شما به تکنیک درست آدرس درست داشته باشین راحت تر میرین و اون چیزو یاد میگیرین. من بگوشم. مرسی که یادآوری کردی. من خب تازه از سان فرانسیسکو بعد 9 سال اومدم به لس آنجلس و الان حدود 1 ماه هستش که اینجا اومدم. البته قبلا زیاد میرفتم و میومدم، و همونطوری که گفتیم به خاطر درخواستایی که دوستان داشتم، من یک سری ورکشاپ صدا سازی و اصول اجرا رو دوره اولش رو برگزار کردم که تموم شد. و مهمتر از اینی که من به نظر من بخوایم به شاگردا فقط اصول تکنیک موسیقی یا مثل ردیف بخوایم درس بدیم یا بخوایم تصنیف خوانی که این جزوی از این کلاسای منم بود درس بدیم، اصول اجرا و خیلی مهمه به نظرم. چیزی که شاید کمتر بهش توجه بشه در یادگیری، خب خیلی از اساتید و عزیزان خودشون اون اصول رو به طور تجربی یا اکادمیک رعایت میکنن، ولی اینکه این رو بتونیم انتقالم بدیم، من یه چیزی به نظرم رسید که حالا از تجربیت خودم دوست داشتم به این عزیزان بگم. این کلاس ها در لس آنجلس الان برگزار میشه، هم در وستوود، و سعی کردم که در یک دوره فشرده 3 جلسه ای فقط آشناشون بکنم، با صدا سازی کار بکنم، تصنیف خوانی رو باشون کار بکنم و نکاتی رو در همین اصول اجرا بهشون بگم که بعدا اگه خواستن کلاسای خصوصی رو هم باشون ادامه بدیم. ولی کلاسای دیگه هم هست، تار و ستار و وزن خوانی، ریتم شناسی، که با ساز دف اینا رو آموزش میدیم. چه خوب. در اصل اگر بخوان افرادی با تو تماس بگیرن، راه تماس چی هست؟ فن پیج من در فیسبوک هست، وبسایت من هست و شماره اون شرکت زنگ رکورد که اینها رو
این کلاس ها رو برگزار میکنه که اونا میتونن بگن به عزیزان که میتونن باشون تماس بگیرن. و الان میتونی شما تلفنی اعلام بکنی؟ 650-906-6215 650-906-6215 میتونن تماس بگیرن، پیغام بذارن، اسم و آدرسشون رو بدن، یا با ایمیل آدرس زنگ zangrecords@gmail.com و یا از طریق وبسایت خود من hamednikpay.com میتونن پیغام بدن که پیغامو به دست من میرسه و میتونیم بگیم که اسمشون رو تو کلاس ها بذارن، چه برای کلاس های خصوصی چه برای کلاس های گروهی. قبل از اینکه بریم راجع به این آلبوم جدید صحبت بکنیم، یه مقدار اطلاعات بده راجع به این نوازنده‌ها، چون افراد برجسته با تو کار میکنن، همونجوری که یکی دو بار اشاره کردم در طول برنامه، احتیاج داره که با هر کدومشون ساعت ها صحبت بشه، چون سالها تجربیت صحنه دارن، تحصیلات دارن. بریم از فرزین فرادی یار همیشگی صحبت بکنیم که نوازنده ساکسیفون و همیشه رهبری گروه تو داره. درست. شما بگو ما گوش بدیم. آشنایی من با فرزین فرادی عزیز برمیگرده به سال 2007-2008 که ایشون یه پروژه به نام معشوق همینجاست رو داشتن که با خواننده برجسته این کار رو اجرا کرده بودن، ولی تصمیم گرفتن که با خواننده متفاوتی همون پروژه رو اجرا کنن که من افتخار حضور در این برنامه رو داشتم، همراه خانم سوسن دهیم که خواننده زن این کار بودن و خواننده مرد هم من بودم. از همونجا من و فرزین با هم این عهد و پیمان کاریمون شروع شد و تا الان سالهاست که با هم داریم کار میکنیم و من ازش خواستم که رهبری بند من رو به عهده بگیره و بعد دعوت کردیم، من معرفی کردم یه سری موزیسین خودم و یک سری موزیسین ها رو ایشون معرفی کرد که خب چون قطعا چه از لحاظ سن چه از لحاظ تجربه ایشون بیشتر میدونستن، بیشتر آگاه بودن، موزیسین های برجسته رو به این کار دعوت کردن و در طول سال در طوری که سال 2009 داشتیم موزیسین برجسته ای از گروه وز به نام گریگ الیس که خیلی در موسیقی فیلم هایی مثل فایت کلاب، ماتریکس، خیلی از فیلم ها ایشون به عنوان نوازنده برجسته و شاخص این کار و حتی آهنگ در ماتریکس یکی از آهنگسازه این کار بودن، مالتی پرکاشنیست هستن، درامر هستن که در اون کار کارهای پرکاشن ورلد میوزیک ما رو انجام میدن، جیمی ماهلیس از کشور یونان که نوازنده برجسته عود و گیتار جاز هست با ما کار میکردن. ولی در سالهای بعد در تورایی که در سال 2010-2011 داشتیم من با یه نوازنده گواتمالای اسپانیایی به نام آلفردو کاسرس آشنا شدم که موسیقی فلامنکو رو در اسپانیا تحصیل کرده بود و از اون سال داریم با هم کار میکنیم. بعد از طریق فرزین یه بیس پلیر خیلی برجسته ای رو دعوت کردیم در کار، حسین جفری که سالها با یانی تور میداد از کشور سریلانکاست و با خیلی موزیسین با پرینس کار کرده، با خیلی از موزیسین خوب کار کردن. بعد از اون در توری که سال 2011-2012 داشتیم از نوازنده موسیقی فیلم اینسپشن ستنم رام گوترا استفاده کردیم که نوازنده فوق العاده برجسته تبلا و درام هست از کشور هند و کانادا. اینا که میگم اصلا فقط جنبه مهم بودن یا معروف بودن این عزیزان نبوده که این سالها ما با هم کار کردیم، رابطه‌ای که بله. ما بین همدیگه داریم بین موزیسینان، نوع نگاهی که اونها به من میکنه به عنوان یک موزیسین جوانتر از اونها میانگین سنیشون بین 45-50 سال و سالهای سال در تور و کنسرت های تورهایی بودن که اصلا قابل مقایسه با شاید لول اجرایی موسیقی ما نیست، بخواد چه از لازم مادیش اگه بخوایم بگیم که وقتی مثلا با ستینگ تور میده آقای ستنم رام گوترا با چه تشکیلاتی اینا میرن و ماه و سالا توی هستن، ولی چیزی که موج میزنه توی رابطه ای که من تجربه زیباتری در این چند سال از ایران که اومدم بیرون داشتم، عشقی هست که بین ما وجود داره، تعهدی که بین موسیقی داره، حرف اول و آخر رو موسیقی میزنه، نه نظرهای شخصی، نه ایگو، نه غرور، نه زمانی که من به عنوان یک آهنگساز جوان دارم این بند رو تو این بند کار میکنم و این گروه هم رو با خودم همراه میکنم که برم تور بدم، اولین و آخرین حرفی که در اون گروه وجود داره موفقیت گروهه و من این تجربه بود که
از اینها یاد گرفتم، به جای اینکه بخوام شخصی به این قضیه فکر بکنم، به جای اینکه به بزرگتر شدن خودم فقط فکر بکنم، که خیلی وقتا شعار بوده این چیزها. ما آدمای احساسی هستیم، ما ایرانی ها آدمای ایموشنالی هستیم و در عمل سخت بوده همیشه بخوایم گروهی رو کار کردن رو تجربه موفق 100% دوش داشته باشیم. من خیلی چیزها رو از فرزین یاد گرفتم در این سالها، اتحادی که بین کار به وجود میاد در زمانی که در حالا من از سوال شما یه ذره دور شدم، شما فقط از من خواستین که من راجع به اینا توضیح بدم. نه بسیار جالب. همیشه انرژی که من یاد گرفتم وجود داشت از طریق یک بند لیدر، جمع کردن کار بود نه متلاشی کردن کار، و حرف اول و آخر رو این میزد که نظر شخصی مهم نیست اونجا، فقط هر کدوم ما که داریم پایین میریم و یکی دستشو میگرفتم میبردم بالا. و خب شاید من هم دلم میخواست که ای کاش یارا و دوستای من که از ایران باشون کار میکنم اینجا بودن و این فرصت رو نداشتم، ولی یک جورایی ناخواسته این اتفاق افتاد که با غیر ایرانی ها کار بکنم. خیلی چیز ازشون یاد گرفتم. درود بر تو. و این مختصری بود که میتونستم اینجا ازشون تشکر کنم. درود بر تو. نیکوس که میماند و با ارزش‌ترین است. من هم اونجوری که اول برنامه از پیمان تشکر کردم، کارگردان من، از بچه‌های خیلی خلاق و در کار خودش به نظر من استاد، زود تلفن شما و اینفورمیشنتون رو گذاشت زیر برنامه، پس از اونم خیلی تشکر میکنیم. فقط جیمیل هستش، AOL نوشته شده فقط از برنامه، ولی همه چیز درست درست میکنه. بعد بریم یه دونه کار دیگه شو پیمان جان ببینیم، باز برمیگردیم بیام توی دستش درد نکن. گلستانم آرزو بکشای لب بکشای لب که قند فراوانم آرزو بنمای رخ بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزو بکشای لب بکشای لب که قند فراوانم آرزو گفتی زناز بیش مرن جان مرا گفتی زناز بیش مرن جان مرا برو 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 آن گفتنت آن گفتنت که بیش مرن جان مرزو آن گفتنت که بیش مرن جانم آرزو بنمای رخ بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزو بکشای لب که قند فراوانم آرزو دستانم آرزو زین همراهان سوست ناسه دلم گره
شیر خدا و رسلم دستان آرزو. یک دست جام باده و یک دست آرمه یار، یک دست جام باده و یک دست آرمه یار. رقصی چونین میانه میدان مارزوست ایدان، رقصی چونین میانه میدان مارزوست ایده یابم دیله لگه یابم فراوانم آرزوست. بنمای رخ بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. بکشای لب بکشای لب که قند قند فراوانم آرزوست. با درود فراوان به بخش پایانی برنامه ضیافت رسیدیم. چه زود گذشت، انقدر حامد خوش صحبت، انقدر سخن داره. وقتی که بین این ویدیو صحبت میکنه از بچه های ایران هر طوری حرف میزنه که چشش پر اشک میشه و همیشه جای اونا رو خالی میکنه از لحظات خوبش توی دانشگاه، توی استودیو و این برخوردی که داشته با تمام هنرمندای ایران و به طوری از اینا، از محبتاشون، از تمام اون اندوخته‌های فرهنگیشون که به اون دادن، از استاد داریوش پیرنیاکیان، همینطوری که گفتم ساکیان، استاد فرهاد فخرالدینی، استاد هوشنگ ظریف، جنگکو، وقتی که از اینا صحبت میکنه با تمام اون حرارتی که در وجودش هست تشکر میکنه از اینا و اینا به نظر من خیلی ارزشمنده. هنرمندی روی صحنه میتونه باقی بمونه که برای استاداش ارزش قائل بشه، برای همینجوری که گفتم برای تماشاچی ارزش قائل شه. من درود میفرستم. کاری رو که ملاحظه کردید شعر حضرت مولانا و آهنگسازیش خود حامد نیکبه بود و یک دختر برجسته، یه هنرمند خیلی خوب، لیا اعتمادی هم که ویولا پلیره که در ارکسترای خیلی خوب میزنه و مقیم شهر ماست، که از اونم یه یاد بکنیم که اینجا هست. ما کم کم داریم میریم آخر برنامه. از این آلبوم وصل تو که در من از سالایی داشتم که حالا اونا رو دیگه صرف نظر میکنم، آخرین سالم از این کار آخرت آلبوم وصل تو یه مقدار به ما اطلاعات بدین چی هست، کی میاد بیرون، اومده این اومده بیرون در همین سال 2014 و آخرین کار من هست، چهارمین آلبوم من هست و سومین آلبوم با کلامی هستش که کار کردم. این اکثر آلبوم های من دو سال بینشون وقفه بود ولی این سه سال وقت برد به خاطر پیچیدگی که در تنظیم داشت و ما تصمیم گرفتیم که بیشتر روی این کار بکنیم. دلم خیلی میخواست که فیوژن به معنای دقیق تری معنی پیدا بکنه در تنظیم های این و از آلفردو کاسرس که در اسپانیا درس خونده بود خواستم که کمک بکنه. ملودی هایی که ساخته بودم، مثلا همین کار وصل تو که کار آهنگ اسم آلبوم هم روی همین آهنگ هست، مثلا پیازولا تانگو هست که آرژانتینیان تانگوه که مثلا خیلی معروفه این فرم، اگه شما
آشنا هستین با این، و مثلا ایشون یا پیشنهاد داد که خب من آشنا نبودم با این استایل، گفتش که من فکر می‌کنم این ملودی که شما ساختین اگر این رو بیاریم روش خوب خواهد شد. و از یک نوازنده خیلی برجسته که حدود نزدیک 90 سال هم سنشون هست به نام کوکو، که سازنده نوازنده بندونیون هستن، چون بندونیون در فرهنگ اونو خیلی استفاده داره، از اون استفاده کردیم. برای کارهای ذهی و تنظیمش هم کارها رو فرستادیم ایران و یکی از آهنگسازا و تنظیم کننده برجسته ایران که از ما خواستن یه اسمی نبریم به طور آندرگراند، این کار رو تنظیم کردن و بچه های ارکستر سمفونیک تهران هم یه سریشون لطف کردن و این کار رو زدن. از همه جا نوازنده داشتیم. مهدی میرباقری اینجا بود که ازش خواهش کردم تو دو تا قطعه کمانچه بزنه. در کار قبلی من دیوانه تر شروین مهاجر عزیز این کار رو کرده بود و از نوازنده مختلف استفاده کردیم توش. در این راجع به این فیلم هم، این ویدیو هم که پخش شد در سال 2011 فوریه در سما تئاتر بود، که اون موقع من شانس داشتم که لیا اعتمادی هم اینجا بود، الان میدونم که هستش و بسیار به ما کمک کرد. لاینه رو که شروین نوشته بود لاینه سختی بود و من اون موقع نوازنده کمانچه نبود و تصمیم گرفتیم که از لیا عزیز خواهش کنیم و با ویولا ما رو همراهی کنن. اینو چیزی بود که به ذهنم میرسید. برود یقین دارم که تلاشایی که تو در بارور شدن این درخت فرهنگی موسیقی انجام میدی برای همه روشنه و هیچ چیزی پوشیده نیست. سفرهایی که در اروپا میذاری و همیشه سعی میکنی، همیشه تلاش میکنی که بهترین موزیشن ها رو ببری رو صحنه، در کنارت بذاری و بتونی پیام خودتو با بهترین ویترین ارائه بدی، و این همیشه در این توی این برنامه چند دفعه بهش اشاره کردم، برای من خیلی خیلی ارزشمنده و مطمئن هستم برای اینه که وقتی که تو اعلام میکنی برای یه برنامه ای، بلافاصله تماشاچی ها سالون تو پر میکنن و از صداقت کاری تو اینا. برات آرزوی خوب دارم، امیدوارم بتونیم اینجا یکی دوتا کار اجرایی داشته باشیم که اگر که چون همیشه بینندگان برنامه ضیافت از من میخوان که توی برنامه های اجرا داشته باشیم، همیشه میگم توی استودیو مسئله صدا داریم، مسئله های دیگه داریم، ولی امیدواریم که تو بتونیم در آینده با همکاری بکنیم. خداحافظی کن بریم. منم از همه، از شما اول خیلی ممنونم که این فرصت رو من داریم. منم از تک تک شما بیننده های عزیز ممنونم که بیننده این برنامه بودیم. ممنونم ازتون که این سالها مشوق من، منعقد من و راهنمای من بودین با فیدبک هایی که میدید نسبت به کارام. امیدوارم که به زودی زود از نزدیکم تو کنسرت رو ببینیم و یه خواهشم در آخر دارم ازشون که از دوستایی که داخل ایران هستن توقعی نیست. من امروز اتفاقا آلبوم ها رو به طور رایگان گذاشتم که عزیزان از فن پیج من بتونن دانلود کنن و داشته باشن. از درخواستم از دوستانی است که خارج از ایران هستن و توانی دارن حمایت شما، نه تنها از من، از تمام موزیسین های مستقل یا ایندیپندنت که اینجا میگن، امریست مهم و بدون حمایت شما ادامه دادن این مسیر امکان پذیر نیست. تا جایی که ممکنه دانلود نکنید و تا جایی که میتونید با خریداریتون موزیسین های مورد علاقه خودتون رو حمایت کنید و باعث رشد اونها باشید. و عرض دیگه ندارم، با امید دیدار تک تکتون. منم از شما ممنونم. کم کم چراغ برنامه ضیافت رو خاموش میکنم و در پایان بخش یکی دیگر از برنامه های ضیافت براتون یه سبد پر از عشق، شبهای پرستاره، روزهای آفتابی آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش. چه پایینم عشق تو نهال حیرت‌آمد، وصل تو کمال حیرت‌آمد، عشق تو نهال حیرت‌آمد، وصل تو کمال حیرت‌آمد.
بس قرقه ی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد بس قرقه ی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد یک دل بنما که در ره بر چهره نخال حیرت آمد یک دل بنما که در ره بر چهره نخال حیرت آمد نبس بماند و نواسل آنجا که خیال حیرت آمد نبس بماند و نواسل آنجا که خیال حیرت آمد از هر طرفی که گوش کردم آواز سال حیرت آمد سر تا قدم وجود حافظ سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد عشق تو نهال حیرت آمد وصل تو کمال حیرت آمد عشق تو نهال حیرت آمد وصل تو کمال حیرت آمد بس قرقه ی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد بس قرقه ی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد